سلام علیکم. عصرانه با طعم قانون، آنان که گفتند آری، آن که گفت نه. مصطفی رحیمی و منتقدانش در نامه با آقای خمینی چرا با جمهوری اسلامی مخالفند. دهم دی ماه 1357 نامه سرگشاده با امضای مصطفی رحیمی با عنوان چرا با جمهوری اسلامی مخالفم در تهران پخش شد. مطبوعات از 14 آبان آن سال در اعتصاب بودند و روزنامه منتشر نمی‌شد. رژیم شاهنشاهی نفس‌های آخرش را می‌کشید. شاه هنوز در کاخش بود و رهبر انقلاب آقای خمینی در نفل و شاتو. بعد از 62 روز اعتصاب از 16 دی ماه 1357 انتشار مطبوعات از سر گرفته شد. 25 دی ماه روزنامه آیندگان متن کامل نامه مصطفی رحیمی را منتشر کرد. فردای آن روز شاه برای همیشه از ایران رفت. رهبر انقلاب 12 بهمن به ایران برگشت. 22 بهمن رژیم پهلوی سقوط کرد و در پی برگزاری رفراندوم با دو گزینه جمهوری اسلامی آری یا نه، با رأی آری بیش از 98% ایرانیان، آقای خمینی در روز 12 فروردین 1358 رسماً تأسیس جمهوری اسلامی را اعلام کرد. نامه تاریخی مصطفی رحیمی 42 روز قبل از پیروزی انقلاب منتشر شد. در فضایی که نفوذ شخصیت کاریزماتیک آقای خمینی به حدی بود که مردم عکس او را در ماه می دیدند و اکثر روشنفکران حتی مارکسیست ها از مبارزات ضد امپریالیستی رهبر انقلاب در پوست خود نمی گنجیدند و دیدگاه های سیاسی مورد نظر آقای خمینی به اجماع ملی تبدیل شده بود. در این جو متفکری جوگیر نشد و جو شکنی کرد. مصطفی رحیمی مؤدبانه اما مستدل ادله خود را در مخالفت با جمهوری اسلامی مورد نظر آقای خمینی اعلام کرد. نوشت که جمهوری اسلامی معنایی جز حکومت روحانیون ندارد. راه گاندی در پیش بگیرید و در اوج معنویت بمانید و عهده‌دار سمت سیاسی نشوید. جمهوری اعلام کنید و آن را به اسلامیت مقید نکنید. با قواعد کهنه نمیتوان مشکلات پیچیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دنیای معاصر را حل کرد. جمهوری اسلامی با دموکراسی ناسازگار است. حاکمیت ملی پذیرفته شده در قانون اساسی مشروطیت نه با ولایت شاه میسازد نه با ولایت فقیه. صدای متین مصطفی رحیمی در آن زمان شنیده نشد. اکنون 40 سال گذشته است. مرداد امسال 16 سالگرد درگذشت شادروان مصطفی رحیمی، متولد 1305، متوفای 1381، حقوقدان، نویسنده، مترجم و روشنفکر بی ادعای معاصر است. در میان کتاب‌های پدرم، کتاب‌های یأس فلسفی، نگاه، نیم نگاه و دیدگاه‌ها و نیز ترجمه‌های اگزیستانسیالیسم اصالت بشر، هنرمند و زمانه او و ادبیات چیست از مصطفی رحیمی را از دوران نوجوانی دیده بودم. برخی مقالاتش را هم حوالی سال‌های 55 تا 57 خوانده بودم، اما به یاد ندارم نامه انتقادی او را در زمان انتشار خوانده باشم. منصفانه بگویم معلوم نبود اگر هم می‌خواندم در آن جو پر التهاب و احساسی مفاد آن را درک کرده می‌پذیرفتم. در کنار میراث با ارزش فرهنگی و ادبی رحیمی، نامه تاریخی وی در دی 1357 وزن خاصی به آرای این حقوقدان و روشنفکر بصیر می بخشد. این مختصر ادای احترام است. ادای احترامی است به کسی که عالمانه و شجاعانه قبل از همه به جمهوری اسلامی نگفت. نامه انتقادی مصطفی رحیمی نخستین نقد مکتوب و عالمانه جمهوری اسلامی است.
این مقاله به روش تحلیل انتقادی و مطالعه تاریخی به بررسی نامه مذکور و 5 نقدش پرداخته است. زمامداران جمهوری اسلامی و بسیاری از مدافعان آن که دیگر مثل دی 57 یا فروردین 58 در اکثریت نیستند، کمابیش هنوز همان گونه می اندیشند که در پاسخ منتقدان پنجگانه منعکس شده و در نامه رحیمی مورد نقد قرار گرفته است. درخواست متوازانه من از منتقدان وضع موجود یا مدافعان نظام این است که با حوصله و دقت دو دیدگاه متعارض 40 سال قبل را بخوانند و تأمل کنند تا بدانند جمهوری اسلامی محصول کدام جو است و چرا برخی هنوز عبرت نگرفتند. راقم این سطور که در اوج جوانی در زمره آنان بوده که به جمهوری اسلامی گفتند آری، 10 سال بعد شروع به تفکر انتقادی درباره جمهوری اسلامی و روش آقای خمینی کرد و 10 سال بعدتر به تدریج در نحوه حضور دین در عرصه عمومی تجدید نظر نمود. نامه انتقادی مصطفی رحیمی را مدت کوتاهی بعد از مرگش خوانده و به بصیرت، درایت و روشن‌اندیشی او آفرین گفته است. مصطفی رحیمی قبل از همه ماهیت حکومت دینی و جمهوری اسلامی را نقد کرد. او به حق روشن فکری پیش کسوت است. تحلیل انتقادی و مطالعه تطبیقی نامه آن که گفت نه و پاسخ آنها که گفتند آری، عبرت‌های فراوانی برای امروز ما دارد. این مقاله شامل 5 بخش، 1 خاتمه و 2 پیوست به شرح زیر است. بخش اول، عصرانه با طعم قانون. بخش دوم، آن که گفت نه. بخش سوم، آنان که گفتند آری. بخش چهارم، داوری بین رحیمی و مطهری از منظر تجربه عملی جمهوری اسلامی. بخش پنجم، داوری بین رحیمی و مطهری از منظر مبانی نظری جمهوری اسلامی. خاتمه، چرا باید با جمهوری اسلامی مخالف بود. پیوست اول، متن مصحح نامه سرگشاده مصطفی رحیمی به آقای خمینی، چرا با جمهوری اسلامی مخالفم. پیوست دوم، متن کامل نقد مرتضی مطهری بر نامه مصطفی رحیمی. عنوان مقاله، عصرانه با طعم قانون، برگرفته از کتاب منتشر نشده خاطرات زندان مصطفی رحیمی در سال 1360 است. آن سال را آقای خمینی سال اجرای قانون اعلام کرده بود. رحیمی به دلیلی پرت دستگیر شد و مدت 100 روز را در زندان اوین گذراند. مشروع اطلاعات موجود درباره این کتاب منتشر نشده را در بخش اول آوردم. این عنوان را برگزیدم تا اولا اطلاعات نادرست فراوان درباره این کتاب را تصحیح کنم. ثانیاً با برجسته کردن اسم کتاب، کسانی که دست نوشته آن را که انعکاس بخشی از تاریخ معاصر ایران است در اختیار دارند، تشویق کنم تا آن را منتشر کنند یا حداقل به دست من برسانند تا منتشر کنم. پیشاپیش از نقد صاحب نظران استقبال میکنم. مصطفی رحیمی در 9 مرداد 1381 در تهران دار فانی را وداع گفت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت. بر سنگ قبرش بیتی از حافظ حک شده که نامش به آقای خمینی را با آن آغاز کرده بود. بخت خواب‌آلود تو بیدار خواهد شد مگر. و چه تناسب غریبی است بین نامه تاریخی و عبارت سنگ قبر رحیمی. حداقل 5 نقد به نامه رحیمی در همان زمان نوشته شد. فرجام این 5 نفر: عبدالرضا حجازی حوالی سال 1362 اعدام شد. مهدی ممکن در سال 1362 به فرانسه پناهنده شد و از نقدش بر رحیمی پشیمان است. مصطفی حسینی طباطبایی که در سال 57
نوشته بود وحشتی از عبا و ردا نباید داشت، امروز از مدافعان جمهوری اسلامی نیست. حسین نوری همدانی از مراجع تقلید فعلی در زمره سرسخت‌ترین مدافعان نظام جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون است. مرتضی مطهری که نقدش بر نامه مصطفی رحیمی 28 سال بعد در ضمن یادداشت‌هایش منتشر شد، به دلیل ترور زودهنگام جمهوری اسلامی را تجربه نکرد. اگر میماند چه بسا در بسیاری از آراء خود تجدید نظر می‌نمود. در معرفی مرتضی مطهری از جمهوری اسلامی آمده بود که جمهوری اسلامی حکومت روحانیون به معنای حکومت طبقه روحانیون نیست. مقصود از ولایت فقیه این نیست که فقها حکومت کنند و دولت را به دست بگیرند. مخالفان ایدئولوژی حاکم که ایدئولوژی اکثریت مردم است حق چون و چرای آزادانه دارند. معنای جمهوری اسلامی استقرار رژیم جمهوری در جامعه توحیدی است. به نظر مطهری شکست گاندی از آن جهت بود که مکتبی نداشت و وابسته به یک مکتب توحیدی نبود. برای مطهری اصلاً دموکراسی چیزی جز تن دادن به رأی اکثریت نبود و سکولاریسم یا جدایی نهاد دین از دولت جایی نداشت. او از حق نظارت با حق وتوی فقیه بر تقنین و تعیین صلاحیت زمامداران برای اجرای قوانین دینی دفاع می کرد. در مقایسه آراء مصطفی رحیمی و مرتضی مطهری در اکثر قریب به اتفاق محورهای بحث، حق با رحیمی بوده است و نقدهای مطهری چه به لحاظ مبانی نظری چه به لحاظ تجربه عملی وارد نبوده است. باور به خدا، آخرت، شریعت و اسلام تلازمی با دفاع از حکومت دینی یا جمهوری اسلامی ندارد. حکومت دینی در تمامی انواعش غیر دموکراتیک است و به استبداد دینی منجر می شود. پذیرش امتیاز و حقوق ویژه برای فقها و روحانیون پیامدی جز فساد و ناکارآمدی نهادینه ندارد. جدایی نهاد دین از دولت یا سکولاریسم سیاسی شرط لازم و البته ناکافی حکومت سالم حتی در جوامع اسلامی است. پذیرش هر نظارت با حق وتو برای فقها و روحانیون نفی موازین دموکراتیک و کارآمدی است. دموکراسی منحصر به رأی اکثریت نیست. تأمین حقوق پایه اقلیت و لزوم رعایت موازین حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر از جمله موازین دموکراسی است. نامه چرا با جمهوری اسلامی مخالفم از مصطفی رحیمی در کلیت آن فارغ از برخی جزئیات غیر مهم از جانب یک مسلمان معتقد به طور کامل پذیرفته است. میتوان متدین بود و از جمهوری سکولار دموکراتیک با تمام قوا دفاع کرد و برای استقرار آن کوشید. شما را به مطالعه متن کامل مقاله دعوت می کنم. 15 مرداد 1397 محسن کدیور.